فرهودی، همسر مهداد پاکزاد، براتون کمی از خاطراتی صحبت میکنه. منیر جان بفرمایید. با سلام خدمت همتون. من فقط عنوان بازمانده اعدامهای خانوادی اعدامهای سال 60 مختصر میخوام بگم چجور همسرم دستگیر شد، چجور خانواده ها آزار شدن. من که اینجا ایستادم به همون شدت مثل همیشه اعصابم خورده. ببخشید. سال 62 12 آبان هبت رو گرفتن، هبت الله معین، و شب بعد همسر منو و بهروز سلیمانی رو خواستم بگیرن که خودشو کشت. مدت‌ها ماه‌ها من می‌رفتم می‌آمدم، حاشا می‌کردن که دست بازداشت شده. اون زمان لونا پارکو کرده بودن مقر خودشون، تنها جایی که می‌تونستی بری پشت اون درهای بسته بود. با خیلی از پاسدارای مسلح و جوابگوی هیچ سوالی نبودن. بعد از ماه‌ها گفتن کمیته مشترکه و بعد گفتن 209. 9 ماه گذشت، هیچ اثری، هیچ خبری. بعد از 9 ماه دوبار 5 دقیقه ملاقات دادن. اون زمان از دم لونا پارک سوار مینیبوسایی میکردن که شیشه‌هاش سیاه بود. فقط جلوی در آهنی کوچیک نگر میداشتن که بلافاصله پله بود. همه جا پاسدارای مسلح. خیلی پیش میومد که خانواده‌ها رو میزدن با قنداق تفنگ، هر جور که دوست داشتن. ملاقاتای ما سالونی که منتظر می شدیم هیچ پنجره ای نداشت، یه در آهنی، یه سالون طولانی. بعد می بردم با سالون دیگه ای که همه کابین بود. حداقل من می دونم همسر من وقتی می این دوبار که آوردن تعدادی پاسدار مسلح همراهش بودن. دیدار خیلی کوتاه بود، ولی هر دیدار همه زخمای تنش و پانسماناش معلوم بود. معلوم بود که امکان بهداشتی خیلی پایینه، چون مهداد همیشه خیلی آدم مرتبی بود، ولی ریشاش خیلی بلند شده بود. این دو ملاقات کوتاه به غیر از حالت خوبه چیز دیگه ای نمیشد گفت. سال 63 باز سازمان ضربه خورد، باز مهداد ملاقات ممنوع شد. 11 ماه تو این فاصله من با دوستامون مرتب تماس داشتم. بعد از 11 ماه تیر ماه سال 64 بود، به پدرشون زنگ زده بودن که 5 تیر خانومش و بچهش میتونن بیان ملاقات. من پسرم رو بهش گفتم که بابا تو میبینی فردا میریم دوباره پیش مهداد. ساعت 6 صبح پدرش زنگ زد، گفت زنگ زدن گفتن نمیخواید بیایید، اعدام شد. باز مدت ها دنبال یه نشون بودیم که چطور، باور نکردنی بود. من بارها به هیچ زهرا رفتم، بارها گشتم، بارها پرسیدم، بارها سعی کردم دوباره دم دادستانی. هر بار فقط فوشای رکیک. هر بار وقتی که
شروع میکردم به فریاد زدن و به مردم میگفتم که برای چی برای حسین عزاداری میکنید وقتی اوین بغل گوشتونه؟ چرا نمیبینید که بچه های مردم میکشن بدون اینکه اثر و نشونی ازشون بدن؟ چرا هیچ کس دلش به کسی به حال کسایی که امروز تو اوین دارن شکنجه میشن نمیسوزه؟ و هر بار با زور مجبور میشدم که برم بیرون. یکی از این بارها چون سالهای 60 و 62 خاوران اینجوری معروف نبود، یکی از این روزهای یکی از کارمندا فقط اومد به هوا اینکه باز من بیرون بکنه، آروم در گوشم گفت برو لعنت آباد توف آباد. من خیلی گشتم ولی لعنت آباد توف آباد پیدا نکردم تا سالها بعد که سال 67 و فکر میکنم چیزایی که خیلی خبر دارم پیش اومد و بعدها من فهمیدم که جز به 8 نفر اولی بوده که تو خاوران دفن شده. مهدا تمام مدتی که بود در زندان انفرادی بود. من یه سری یادداشت‌هاشو به عنوان سند تا امروز نگه داشتم. تا روزی که زنده هستم میخوام که عامران و عاملان این جنایت به دادگاه کشیده بشن. یک قدم از حقی که دارم کوتاه نخواهم اومد. نمیذارم فراموش بشه. این سند رو من همیشه 28 ساله دارم با خودم حمل میکنم. نوشته هایی که داره مهداد فکر میکنم گاهگاهی سیگاری اجازه داشت بکشه. تمام نوشته های مهداد روی کاغذ های سیگاره. من تمام اینا رو به عنوان سند نگردشتم و دلم آرزو دارم که هیچ وقت فراموشی به سراغ مردم ما واقعا نیاد. خاوران تنها خاوران تو تهران نیست، خاوران تو تمام شهرهای ایران هست، از لرستان تا کردستان، شیراز، اصفهان. خاوران فقط تهران نیست. از این سندها تو ایران تو دست خانواده ها خیلی زیاده. این سندها باید ثبت بشه. اینا سندهای جنایته. جنایت که آدم 20 ماه توی زندان باشه و تمام نوشتهاش روی کاغذهای سیگار. آیا دادگاهی بوده یا نبوده من نمیدونم، فقط نوشته از مهرداد دارم که 10 اتهام بهش وارد کردن و چگونه اعدام شد و چجوری به خاک سپرده شد هرگز تا به امروز نفهمیدم. چیزی که هست همه ما چشم انتظار عزیزانی هستیم که از دست دادیم و تنها چیزی که میتونه ما رو شاید بخشن کمی آرامش بده دادگاهیه که کسانی که این جنایات رو در ایران کردن به جوابگویی بخواد. من بیشتر از این چیزی ندارم بگم، فقط خواستم که کوتاه گفته باشم ما زنده هستیم و تا زمانی که ما زنده هستیم از حق خودمون نخواهیم گذشت.